نقدینگی از طریق بانک‌های تجاری به وجود میاد، بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی. حالا سوالی که پیش میاد این هست که چرا دست بانک‌ها اینقدر آزاده؟ سلام. در ویدیوی قبلی عرض کردم که نقدینگی از طریق بانک‌های تجاری به وجود میاد، بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی، و یک ردگمکنی صورت میگیره که میگن فقط بانک‌های خصوصی مقصر ایجاد نقدینگی و خلق پول و ایجاد تورم هستند، در حالی که تمامی این بانک‌ها مشترکاً مقصر هستند. حالا سوالی که پیش میاد این هست که چرا دست بانک‌ها اینقدر آزاده؟ چه فرق با کشورهای دیگه وجود داره؟ باید عرض کنم خدمتتون که در کشورهای دیگر نظارت بانکی وجود داره. شاید شما بپرسید که خب در کشور ما هم بانک مرکزی یک معاونتی تحت عنوان معاونت نظارتی وجود داره. نه عزیزان من، اینطور نیست. معاونت نظارتی در کشورهای دیگر قدرت بسیار زیادی داره و نظارت چند لایه وجود داره. در کشور ما یک نظارت تک لایه وجود داره که اون هم معاونت نظارتی بانک مرکزی در خدمت نظام بانکیه. یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی یا از بانک‌های تجاری آمده است یا به بانک‌های تجاری می‌رود. این در کشورهای دیگه غیر قانونیه. ما ممانعت از درپای گردان در کشورهای دیگه داریم. اینطوری نیست که مقام ناظر و افرادی که قرار است تحت نظارت قرار بگیرن اینا هم دور هم دیگه بشینن و دوست و عیاق و داداشی هم باشن و شما فکر کنید که ممکن است که نظارتی صورت بگیره. مطلقاً چنین چیزی نیست. در کشور ما نظارت وجود نداره. چه نظارت چند لایه که مطلقا وجود نداره، نظارت تک لایه هم که اصلا پشتوانه قانونی نداره، و البته عرض کردم خدمتتون دستگاه نظارتی بانک مرکزی با بانک تجاری کاملا با هم همسو هستن. همین امروز هم که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، خود شخص رئیس بانک مرکزی از بانک تجاری تشریف آوردن. قبلی هم همینطور بوده، قبلی هم باز همینطور بوده. فرق هم نمیکنه اصلاح طلب در رأس دولت باشه یا اصولگرا در رأس دولت باشه، اعتدالی باشه، مهرورزی باشه، هیچ تفاوتی وجود نداره. رؤسای بانک‌های مرکزی از بانک‌های تجاری تشریف میارن. از اول هم بنای نظارت وجود نداره. همین امروز هم شما می‌بینید که مطلقاً نظارت بانکی نداریم. بعدها بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد.